کلیسای پرستندگان مسیح در پی خبر درگذشت تعدادی از هموطنانمان در وقوع سیل در ایران تسلیت می‌گوید و خواهشمند است برای حفاظت ساکنان مناطق سیل زده در دعا باشیم و به همت نیز برای کمک مالی و معنوی اندیشه کنیم. ایمان داریم که قوت خداوند نیز عمل خواهد کرد زمانی که ما دعا می‌کنیم و زمانی که دلسوز هستیم. این همت ما هستش که میتواند مسیر رو باز کنه برای یاری به آنانی که نیازمند هستند. در مزمور 86 نویسنده این گونه اعلام میکنه: خدایا به من گوش بده و دعایم را مستجاب فرما، زیرا ضعیف و بی‌یاورم. مرا از مرگ نجات بده، زیرا که من بنده وفادار تو هستم. مرا نجات بده چون من خدمتگزار تو هستم و بر تو توکل دارم. تو خدای من هستی، بر من رحم فرما، زیرا که تمام روز نزد تو دعا میکنم. خداوندا بنده خود را شادمان گردان، زیرا که به درگاه تو دعا میکنم. تو خدای مهربان و بخشنده هستی و به کسانی که به تو روی میآورند بسیار رحیم هستی. و ایمان دارم که خداوند مطابق فیضش هموطنان عزیز ما را در این مصیبت، در این سیلی که ایجاد شده، دستگیری خواهد کرد. مشاهده کنید دروازه قرآن ماشین سیل داره میگره. مشاهده کنید، نگاه داره ماشین میخواد تو هم دیگه. مشاهده کنید، مشاهده کنید. وای 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 وای، یا اول فرد، یا اول فرد. وای اینجا نگاه کنید، اینجا 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 اینجا. وای 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 وای، همه ماشین آب برد.
اینجور بود. الان وضعیت قرمز. تنان عزیزمون در سراسر جهان، برنامه امید جاودان در این وقت برنامه زنده هست عزیزان، هم از شبکه امید جاودان هم از روی فیسبوک. پس اگر احیانا ما رو روی فیسبوک دارید، می توانید با دوستان خودتون هم وطنان دیگر شیر کنید عزیزان، تا نسبت به مطالبی که گفته میشه عزیزان بهره بگیرن، به طور خاص از کارشناسایی که ما استفاده میکنیم در برنامه امید جاودان. جا داره درود بفرستم خدمت بعد ازم بهروز جان که لطف کردن با ما هستن. ممنون از شما. منم خدمت عزیزان عرض سلام دارم و همینطور تسلیت برای این اتفاقات ناگواری که در اثر بیخردی نظام جمهوری اسلامی به وجود اومده. بله بله، سپاسگزارم. عزیزان همون گونه که عرض کردم برای ما زنده هستش. قبل از این که میخواییم مهمان عزیزمون رو داشته باشیم، آقای رضا رو که بارها در خدمتشون بودیم، آقای رضا پچیزاده که لطف میکردن با ما بودن در برنامه ها، مدتی البته به خاطر مشغولیت های ایشون و همچنین تحصیلی که داشتن بالاخره دکتراشون هم گرفتن. بله دیگه، دکتراشون رو گرفتن. بله بله بله، باید اصلاح کنم صحبت خودم. بله، آقای دکتر پچیزاده عزیزم رو داشته باشیم. شما عزیزان رو دعوت میکنم که با دعای من متحد بشید، به طور خاص بتونیم برای عزیزانی که مصیبت سیل رو در ایران داشتن و چقدر از عزیزان خودشون رو دستن، که این آرامش خدا بر اونها باشه و این دست حفاظت خدا باشه که از ایران و ایرانیان دفاع کنه. لطفاً لحظه با دعای من متحد بشید. پدر آسمانی خدای قدوس، تو رو شکر میکنم برای این محبت عظیمه، تو رو شکر میکنم برای این وقت خداوند، این وقت رو برکت بده و هر آنچه که مصلحت دل عزیزان بیننده ما هست نسبت به سال جدید، تو آن را اجابت کن به طور خاص خداوند. امروز همه ایرانیان پدر عزیزم نگاهشون و احساساتشون در موقعیتی است که در ایران پیش اومده و این بحران سیلی که ایجاد شده ای پدر و باعث آسیب برای خیلی از هموطنان ما شده و باعث شده که خیلی از عزیزان ما ای خدای قدوس نزدیکان خودشون رو از دست دادن، پس از تو میخوام که آرامش تو بر این خانواده ها و بازماندگان باشه و قوت روح مقدس تو باشه که کشور عزیز ما رو حفظ کنه از هر خطری، و در انتها از تو میخوام خداوند تو با فیض آنانی که 40 سال با بیحکمتی و بیخردی خداوند با ظلم و ستم بر این مردم حکومت کردن، این نظام اسلامی رو تو سرنگون کنیم و خواهش میکنم تو خادمین دلسوز خودت رو در اون سرزمین مقید کن تا بتونن با دلسوزی و وفاداری ملت ما رو خدمت کنن. ادامه وقتمون رو به دستان تو میسپاریم در نام عیسی مسیح. آمین. آمین که با ایمان دریافت کنیم. کلیسای پسند مسیح در طول این ایام در دعا بوده، گروه دعا برای ایران در دعا هستش، اما تشویق میکنیم هموطنان عزیزمون رو که فقط اکتفا به دعا نکنیم. ما دعا میکنیم که خدا به ما حکمت بده، اما دعا نمیکنیم که فقط بگیم ما حرفی زدیم رفت. یعنی چی؟ میدونیم که خدا صدای ما رو در دعا میشنوه، به طور خاص وقتی که ما در نام مسیح دعا میکنیم، اما دعا میکنیم خدا به ما بگه ما چه کار کنیم. پس از شما هموطنان عزیز خواهش میکنم، مشروط بر این که هر کسی به حال هر جوری که براش مقدور هست کمک‌های خودشون رو به ملت ما مستقیم برسونن، مبادا به سازمان‌های خیریه که خود دولت تأسیس میکنه این کمک رو برسونیم. بریم با هم دیگه با آقای دکتر
رضا پرچیزاده عزیزمون باشیم. خوش آمد میگم به ایشون در این سال جدید و همچنین تبریک میگم سال جدید رو به شما آقای رضا عزیزم. منم سلام عرض میکنم خدمت شما برادر رسول عزیزم، به روز گرامی، بینندگان گرامی برنامه در سرتاسر جهان. من هم نوروز رو و سال نو رو تبریک میگم به همه ایرانیان و همه کسانی که نوروز رو جشن میگیرن در سرتاسر جهان و تسلیت میگم به مردم ایران بابت بلایا و فجایعی که اخیراً امیدوارم که امسال سال آخر این فجایع باشه. آمین. و ما یواش یواش بریم سمت برقراری این فجایع طبیعی و عمومی و سیاسی و در خدمتون هستم. عزیزی سپاسگزارم از اینکه با ما بودید. اگر اجازه بدید از همین شروع من با یه سوال شروع کنم و بعدم دوست دارم بهروز جانم در ادامه برنامه‌مون کمک من بکنم با سوالاتی که در ذهنشون هستش، اما بیشتر دوست دارم در تو با منابع طبیعی و آنچه را که در ایران هستش و موقعیتی که پیش اومد و سیلی که ایجاد شد و میبینیم چقدر آسیب به مردم ایران زد از شما بشنویم. شما اصلا این موقعیت رو کجا میبینید؟ خواهش میکنم. ببینید باید اینو در جلوت در نظر بگیریم. وقتی با یک حکومت ایدئولوژیک طرف هستیم بسیاری از مسائل در درجه اول به ایدئولوژی و سیاست برمیگرده. حتی موضوع قهر طبیعت، حتی موضوع سیل و زلزله و آوار و اینجور چیزا، چون ما داریم در دوره زندگی میکنیم که بشر به درجه ای از پیشرفت علمی رسیده که برای اکثر این مسائل میتونه چاره پیدا بکنه و خدمتتون عرض بکنم که پیشگیری بکنه یا خساراتش رو کمتر بکنه. کمان که میبینید ما همین جایی که خودمون زندگی میکنیم در کشور آمریکا، در دو طرفش دو تا اقیانوس بزرگه. بله. جنوبش هم که خلیج مکزیک. به همین دلیل ما میبینیم دائم اینجا گردبادهای سنگین داریم، طوفان داریم، درست، سیل میاد. اگر این وقایع در ایران اتفاق میافتاد خساراتی که وارد میکرد هم جانی و مالی شاید هزاران برابر. درست میفرمایید. در اینکه اینجا در آمریکا به هر حال این رویکرد علمی وجود داره. بحث این نیستش که خدا وجود نداره و نمیدونم دین وجود نداره، اتفاقا اینجا مردم به دینشون هم هستن. درست. این است که همه چیز رو به ایدئولوژی مذهبی رو نکاستن و به علم هم فکر میکنن و اینکه جلوی یک سری مسائل قهر طبیعت رو از طریق علمی بگیرن. در ایران پول رو خرج توسعه در حال ایدئولوژی میکنن در ایران و منطقه، نمیدونم خرج جنگ‌های نیابتی، تروریست سازی، گروه های تروریستی درست کردن میکنن. بعد میگن که خب الان دیروز یه چیزی منتشر شده بود از خاطرات قدیمی آقای خامنه‌ای، حالا موقعی که در زمان شاه در ایران شهر سیستان و بلوچستان در تبلیغ بود، میگه اصلا سیل اومد اونجا، من یه تربت کربلا در جیب داشتم، اون رو انداختم تو آب و 3-5 دقیقه بعد بند اومد. میخوام بگم با یک چنین ذهنیتی میخوام مثلا جلوی قهر طبیعت رو بگیرم. درست. اینکه نتیجهش میبینیم این میشه در عید، در نوروزی که مردم بعد از این همه خستگی و گرفتاری میخوان یکم به اصطلاح تفریح بکنن، شاد باشن، کنار هم باشن، این بلایا به بار میاد، به اصطلاح عروسی رو تبدیل به عزا میکنه و اینا در درجه اول به مسئله سیاست برمیگرده. اینه گردن خدا نندازیم. طبیعت کار خودشو میکنه، انسانی که باید عقل داشته باشه بدونه باید چطوری رفتار بکنه که بلایای طبیعی. متأسفانه در ایران کسانی که سر کار هستن اینا نه به فکر مردم هستن، نه به فکر توسعه به اصطلاح کشور هستن، اینا به فکر اینا در درجه اول یه عده‌شون ایدئولوژیشون رو پیش ببرن، همون نمیدونم اسلامی‌گری و اینجور مسائل. یه عده‌ای هم میخوان از این قبل جیب خودشون رو پر بکنن، پول‌های نمیدونم نامشروع کلان رو به جیب می‌زنن، مقدارش رو در ایران خرج می‌کنن، خیلی‌ها میان پیش من و شما در کانادا و در آمریکا و اینجا خرج می‌کنن. اینکه ببینیم آدم‌های اینجا میان یه دفعه سر برمی‌دارن به عنوان سرمایه‌دار و به عنوان نمی‌دونم مخالف و از این حرفا که اصلا گلو خونشون به این حرفا نمی‌خوره و بعداً تقش در میاد که اینا در واقع پول‌های اختلاسی رو برداشتن آوردن اینجا.
و بعد نتیجه همین میشه که ما میبینیم 40 سال این رژیم نمیافته. حالا این داستانش طولانی واردش نمیشه. بله سپاسگزارم. حقیقتا همین که فرمودید متاسفانه در طول این 40 سال چون مسئله ایدئولوژی رو فرمودید این گونه بوده که ایران و مردم ما رو اینا به نوعی فدای ایدئولوژی و یا فدای اسلام کردن و از این رو هستش که میبینیم هر روزه این آسیب ها بیشتر از گذشته بر مردم ما روا میشه و مردم ما اینجا این اصلا موندن، چرا که از یک نگاه تصویرشون بر این هستش که اگه حرکتی بخوان انجام بدن بر علیه اسلام هستش که باورشون هست، از یک طرف هم که بخوان سکوت کنن که دارن آسیب میخورن. چندی پیش بود که نمیخوام قصد بی احترام هرگز هرگز به هیچ مسلمانی ندارم هرگز، گفتم اگر ما بتوانیم شعار اینها رو خود ما عوض کنیم و برعکس کنیم من فکر کنم اینا دیگه تکلیفشون روشنه. این که بگیم اسلام فدای ایران، این ایدئولوژی فدای ایران، و اون زمان هست که اینا دیگه کاملا فکرشون ذهنشون باز میشه، آقا دیگه اصلا اینا اون چیزی که ما میگیم رو این ایدئولوژی رو قبول ندارم. اما میخوام از بهروز عزیزم که لطف کردن با ما هستن بشنویم، اگر سوالی هست خوشحال میشیم با سوالتون. شما یک کار ما هم یاد بگیریم از رضا جان که از حضور دکتر پرچیزاده ما خیلی استفاده بود. آمین آمین. آقای پرچیزاده، تحریم هایی که امریکا تا الان انجام داده خب بسیار اثرگذار بوده و پرزیدنت ترامپ هم اعلام کرده، آقای پامپئو هم اعلام کردن که این فشارها خیلی بیشتر میشه، ولی دیدی که من دارم اینه که مردم ما ظاهرا تحملشون حدی نداره و هر چقدر این سالها این فشارها زیاد شده مردم خودشونو با این هماهنگ کردن و اینطوری به نظر من ما تغییری نخواهیم داشت، ما بایستی یه حرکت آنچنانی انجام بدیم. اینا به آرومی نیومدن توی ایران، اینا با جنگ اومدن. زمانی که اینا اومدن در واقع سینما رکس آبادان آتیش زدن، این جنگ بود و امروز ما نمیتونیم فقط با گفتگو و با چهار تا نمیدونم راهپیمایی یا چهار تا سخنرانی نمیشه اینا رو انداخت. راهکار چیه به نظر شما؟ باید چی کار کرد؟ نکته بسیار مهمی را اشاره کردیم بهروز جان. خیلی مهمه که ما بدانیم هر روش مبارزه‌ای همه جا جواب نمیده، به خاطر اینکه این زمین مبارزه است که بعد در حقیقت اون طرف مقابله که نوع مبارزه رو تعیین میکنه. تحریم ها در طول برحال تاریخ مدرن جهان که یه نظم بین الملل وجود داشته، مثلا قرن شما بگید اواخر 19 تا الان ما، بعضی جاها جواب داده اون نتیجه مطلوب رو داده، بعضی جاها نداده. این به این برمیگرده که اون برحال حکومتی نهادی که تحریم میشه در ذاتش چگونه است. مثلا میگم حکومت آپارتاید آفریقای جنوبی رو در دهه 80 و 90 اینا کشورهای دموکراتیک تحریم کردن، سرمنشأش هم خود آمریکا بود، به خاطر اینکه اونجا تبعیض نژادی بود، یک اقلیت اروپایی الاصلی تقریبا میشه گفتش که اکثر منابع طبیعی و قدرت سیاسی اینا رو در دست داشت. اونجا تعداد بسیار زیادی به هر حال آفریقایی ها سیاه‌پوست های محلی بودن، هندی ها بودن، مهاجران آسیایی بودن، اینا تقریبا هیچ حقی اونجا نداشتن از لحاظ مشارکت سیاسی. گاندی هم اتفاقا مدتی در آفریقای جنوبی زندگی میکرد در اوایل عمر حرفه‌ایش و بعدا برگشت رفت هند. یه چنین خدمتتون عرض بکنم حکومتی که به هر حال ریشه در اروپا و ریشه در دموکراسی داره رو تحریمش کردن، در بلند مدت جواب داد و حکومت بدون خونریزی حاضر شد که قدرت رو تقسیم بکنه، به هر حال با سیاه‌پوستا و محلی ها، مثل آقای نلسون ماندلا که اومد و سالها زندانش کرده بودن. اتفاقا این وسط البته رفتار خشونت آمیز از هر دو طرف سر زده بود. با این وجود شرایط اونجا طوری بود که میشد با تحریم و با نمیدونم یه کمی مثلا نوازش کردن و یه کمی زدن بیارش برگردیش توی کشورهای خانوادی نمیدونم دموکراتی، کما که الان میبینید آفریقای جنوبی یکی از کشورهای توسعه یافته از لحاظ هم اجتماعی هم سیاسی هم اقتصادی.
ولی در ایران شما میبینید با یه حکومت فاشیستی طرفی، این حکومت حرف حساب سرش نمیشه، این منطق سرش نمیشه، به خاطر ایدئولوژیش آدم میکشه، در زندان ها قتل عام کرده، این مردم رو به رگبار بسته، نه تنها مردم ایران رو کشته و نمیدونم خدمتتون عرض کنم گرسنگی داده و تحمیق کرده و تو سرشون زده، تمام خاورمیانه هم شخ زده، اون شک نمیدونم به عربستان میندازه از طریق یمن، اون اسرائیل رو از طریق حماس و حزب الله تهدید میکنه و نمیدونم عراق رو به هم ریخته و با یک چنین رژیمشون نمیتونید نمیدونم با روش مسالمت آمیز و تیر ننداز و بهش بگو بچه خوب و اینا درستش بکنید، همونطور که حکومت نازی ها در آلمان رو نشد با این حرفا چیز کرد، اینجا نبود که از اول بقیه دنیا بره با هیتلر جنگ جهانی دوم بکنه، تا 15 سال باهاش کلکل کردن به اصطلاح، ای بهش امتیاز دادن، ای هر کاری که گفتن باشه، اومد راینلند رو میلیتاریزه کرد به اصطلاح، یه منطقه بود بین فرانسه و آلمان که بعد جنگ جهانی دوم طبق قرارداد ورسای گفتن این منطقه باید همیشه بین آلمان و فرانسه بدون اسلحه بمونه، آدم نظامی و صنایع نظامی اونجا نباشه، به خاطر که آلمان سابقه حمله داشت. این کار رو هیتلر اومد وقتی به قدرت رسید راینلند رو دوباره میلیتاریزه کرد، هیچی نگفتن، انگلیس و نمیدونم آمریکا و فرانسه گفتن باکی، از اون ور اومد رفت بخشی از چکسلواکی رو گرفت، چیزی نگفتن، از اون ور رفت در اتریش، اتریش رو متصل کرد به آلمان، یک به اصطلاح کشور کلا جرمنی به وجود آورد، باز کسی چیزی نگفت، تا دیگه سال 1938-39 آلمان حمله کرد به لهستان و دیگه اون موقع مجبور شدن که دیگه وارد جنگ بشن، چون گفتن اگه الان هم نیان دیگه میاد به فرانسه و انگلیس هم حمله میکنه، که آخرش به اونجا هم کشید. حکومت جمهوری اسلامی هم همینه، دنیا داره 40 ساله باش مباشات میکنه، هی میخوان اینو آرام آرام به اصطلاح معتدلش بکنن، تعدیلش بکنن، این کمتر به مردم ایران ظلم کنه، دست از مداخله در خاورمیانه برداره، دست از صدور ایدئولوژی به آمریکای شمالی و بقیه جای دنیا برداره، نمیشه، این بدتر میشه دیگه، چه کار کنن دیگه، سر جریان برجام چندین میلیارد دلار هم پول تو چمدون کردن، با هواپیما چارتر برشون فرستادن، متاسف همه جور امتیازی هم بهشون دادن، گفتن آقا ما در فکر تغییر رژیم نیستیم، چه کار کرد، رفت مردم رو سرکوب کرد، دخالتش رو در خاورمیانه بیشتر کرد، اون کشتار عظیم رو در سوریه راه انداخت، اینه که با یه چنین رژیمی برمیگردم به صحبت بیروز جان، معذرتم میخوام طولانی شد، یکم رفتیم تو تاریخ و استفاده میکنیم روز که تحریم ها تا یک جا جواب میده، یعنی تا اندازه این رژیم رو تضعیف میکنه درسته، ولی از اون جایی که قدرت اصلی در ایران در دست رژیمه و مردم هیچ امکاناتی ندارن، نه برای اعتراض، نه برای به دست آوردن به هر حال نان شب و اینا، این در بلند مدت تحریم ها مردم رو تضعیف میکنه، و همین خاطر من از روز اول با تحریم ها به صورت مشروط موافق بودم، نه اینکه بگیم آقا تحریمش کنید رژیم میفته، شما تحریم میکنید تا رژیم تا یه حدی تضعیف میشه، ولی بعد بزنیش که بیفته. دقیقاً ببین 10 سال عراق تحریم بود، من نمیخوام ایران هم 10 سال به اون وضعیت بیفته، مردم دیگه سگ و گربه تو خیابون بخورن، ولی عراق اینطور شد دیگه، عراق را 10 سال تحریمش کردن بعد از حمله اول که به کویت کرد، بعد از اون جورج بوش پسر حمله کرد و انداختش، ولی منظور این است رژیم های فاشیستی نظامی ایدئولوژیک را تا بهشون حمله نظامی نکنی نمیافتن، از مردم هم نباید انتظار داشته باشی که آخوام نمیدونم دست خالی با این رژیم های تا دندون مسلح مبارزه کن، مردم ایران به اندازه کافی مبارزه کردن، نمیخوام دفاع کنم و بگم که از این وضعیت انفعالی دفاع بکنم، ولی میخوام اینو یادآوری کنم، این مردم خیلی مبارزه کردن، تو خیابان آمده اند بارها، ولی رژیم سرکوب کرده چون حمایت بین المللی وجود نداشته، به همین دلیله که من میگم الان ما باید جد بایستیم پای این قضیه که اگر لازم باشد امریکا باید دخالت نظامی در ایران بکنه برای جلوگیری از کشتار مردم. بله، پس بنابراین ممنون، بنابراین ما نمیتونیم آنچه را که امروز شاهد هستیم که مردم ساکت بودنشون رو بی تفاوتی نمیتونیم بدونیم، بلکه این یک سیر طبیعی هستش که در تمام جوامع میتونه پیش بیاد، منظور شما این هست؟ بله، ببینید یک بخشیش البته بی تفاوتی به هر حال افراد هست، با
باید از دو منظر بررسی کنیم. چون شما به قول من از منظر فلسفی که نگاه میکنید، حتی اگر در بدترین و استبدادی ترین جوامع هم باشید، در هر حال شما یک وجود انسانی دارید که یک کرامتی داره و اونو شما باید خودتون ازش مراقبت کنید، نخوشید. بله. ببینید، میخوام مثال بزنم، میخوام از خودم تعریف کنم. خواهش از اینکه این حس به وجود بیاد. خواهش. در ایران که بودم از لحاظ اجتماعی وضع من بدم. بعدم در دانشگاه تهران هم درس خونده بودم. همه جور امکاناتی برای من بود که اگر میخواستم در اون سیستم بمانم، برای قالی قرمز من میکردم. فقط برای خودم رو میفروختم. میرفتم میگفتم آقای خامنه‌ای آدم خوبیه. سردار قاسم سلیمانی مرد بزرگیه. دارن از حرم حضرت زینب در سوریه دفاع میکنن، این دخالت خارجی نیست، توی از اسلام دفاع میکنه و اینا. بعد اونجا بعضم تو بود، تو زعفرانیه برای خودم خونه داشتم و نمیدونم همه جور پولی به من میدادن و فقط خودم نبودم دیگه. دیگه رضا پرچیزاده نم، مهره یک نظام استبدادی رو بس نرفتم زیر با براه. سختی را به جون خریدم، خودم آواره جهان کردم. حالا خیلی شاید ندادم، ولی شما میدونید چه سختی های کشیدم و میکشم. بله. برای اینکه سر وجدانم بیستم و کرامتم رو نفروشم. براب. میخوام بگم برای آدم ها انتخاب وجود داره. درسته بهاش میتونه سنگین باشه، ولی انتخاب در نهایت وجود داره. به قول هانا آرنت، فیلسوف آلمانی که در زمان جنگ جهانی دوم اومد پناهنده آمریکا شد، میگه آدم ها یک مسئولیت شخصی دارن، یه individual responsibility دارن که اون رو باید بهش عمل بکنن حتی در بدترین شرایط. و اگر کسانی که اون زمان در آلمان زندگی میکردن در دوره نازیست، اینا از اول اجازه نمیدادن نازی ها هر کار میخوام بکنن و اعتراض میکردن، گرچه بها هم میدادن، ولی کار به اینجایی نمیرسید که بعدا جنگ جهانی بشه 70-80 میلیون نفر آدم کشته بشن، اونم یهودی تو کوله های آدم سوزی کشته بشه. اینی که بله، یک بخشش میتونه کمکاری در حال مردم باشه، ولی از طرف دیگه یه بخش سوسیولوژیک هم داره و سیاسی. ما باید به اینم نگاه کنیم، جامعه شناختی که سیستم های فاشیستی و توتالیتر، یعنی تمامیت خواه، طبیعتا جامعه رو بخوان به انقیاد در بیارن. یعنی مثلا اونقدری که جامعه ایران در داخل کشور تحت هجوم ایدئولوژیک و تبلیغاته، مثلا من و شمایی که توی جامعه دموکراتیک زندگی میکنیم نیستیم. اینه که باید هم در نظر بگیر اینقدر فکر به اینا تلقین میشه، از تلویزیون، از رادیو، نماز جمعه، راهپیمایی، تظاهرات، تو خیابون میرن تو در دیوار نمیدونم دیوار نوشته است، نمیدونم پلیس نیروی انتظامی گشته ارشاد. وقتی روح انسانها را اینا مدام تحت حمله ایدئولوژیک و فیزیکی از آن قرار میدن، اینم باید در نظر داشته باشید. انسان یک ظرفیتی داره، یعنی همه نمیتونن بیستن سر یه جا آدم میباره کم میاره. ببین در طول 40 سال چقدر آدم هایی بودن که شاید اوائل مخالف بودن، ولی رژیم اینا رو در نهایت به سمت خودش جذب کرد، چون از روش های تهدید و تطمیع استفاده میکنه دیگه. همون جریان گود کاپ بد کاپه، اینقدر اذیت میکنه، میزنه، بعد میاد یه دستی سر گوشت میکشه، میگه خب حالا ببره خودم کار کن. اینه که یه میخوام خلاصش کنم. دقیقاً درست. میخوام بگم یک سیستم فاسد کل جامعه را بیمار میکنه. بله. برافو. ما باید در نظر بگیریم جامعه ایران الان بیماره و از این با من بارها توی چند ماه اخیر گفتم، از بیمار محتضر به اصطلاح رو به قبله شما نمیتونی انتظار داشته باشی خودش خودشو درمان کنه. باید تیم اورژانس بیاری بالا سرش. کمکش کنی. برافو. پزشک بیاری بالا سرش. نه که پزشک لازم داره. ببخشید. نه خواهش کنم. خواهش جناب پرچیزاده، شاید برای آینده نزدیک ایران بشه دیدگاه های مختلفی رو در نظر گرفت، ولی روشنترینش میتونه فرضاً کودتا باشه که خب ما با شناختی که داریم میدونیم که شاید احتمال اینکه ارتش بتونه کودتا بکنه بسیار ضعیفه، ولی احتمال کودتای سپاه بسیار بالا هست، که در صورتی که سپاه کودتا بکنه چیزی تغییر نخواهد کرد. احتمال بعدی دیگه فروپاشی هست، که فروپاشی هم خب خیلی عواقب بدی میتونه هم برای مردم داشته باشه هم برای کل کشور. و شاید حالت سومش انقلاب توسط مردم باشه با حمایت بین الملل.
که ترجیحاً من فکر میکنم این حالت سوم بهتره. میخواستم خواهش کنم شما با دانش خودتون اینا رو بیشتر باز بکنین که شنونده ها متوجه بشن که نباید بی تفاوت باشن، راه خودشون رو پیدا بکنن. براب. ممنون از شما. قربان شما. ببینید مورد اول که این برنامه سپاه کودتا کنه، کودتا عملا معنی نداره، به خاطر اینکه الان تمام مملکت دست همون سپاه پاسدارانه و بقیه قضایی ها مثل نمیدونم دولت و مجلس و اینا ظواهره، یه ظاهر به اصطلاح متعارفی گذاشتن جلو برای گول زدن مردم و جامعه جهانی که اینطور به نظر نرسه که در ایران یک حکومت دقیقا یه دیکتاتوری مذهبی نظامی حاکمه. دولت و اینا معنی نداره، حرف مردم معنی نداره، انتخابات معنی نداره. اینه که سپاه میتونه عناصری را که خودش مثبت نمیدونه کنار بذاره، پاک سازی کنه. کما که میبینیم الان به بهانه مبارزه با فساد مالی و اقتصادی در ایران دادگاهی را انداختن، آقای رئیسی را گذاشتن رئیس قوه قضاییه که به هر حال سوگلی آقای خامنه ای و از عزیز کرده های سپاه پاسدارانه. این داره دار دسته هاشمی را به عنوان فساد مالی میروفه. یعنی مسئله سیاسیه، فساد مالی دارن ها، یعنی مشتبه نشدن اینجا هم اینا همشون از برحال در طول 40 سال ایران را دوشیدن و حسابهای خودشون را در اروپا و آمریکا و کانادا یا برگردن. اینا فاسدن، درسته، ولی بحث که الان آقای خامنه ای سپاه پاسداران با اینا داره این بحث سیاسیه. میگه شما دوشیدید و بردید، حالا رفتید اونجا دو دوزه باز شدید، یکی به نر میزنید یکی به میخ، منافع ما رو دقیقا پیش نمیبرید، پس حالا پتتون رو میریزید رو. میبینید که اینجا مهرهاش رو در آمریکا و اروپا میسوزونه، گندشون رو به اصطلاح در میاره. و اگر میگه اگر تو زمین خودمون بازی کنید بچه‌ها خوبی باشید، باید کار نمیکنید. ولی اگر به فکرتون بیفته که بخواد برید اطلاعات درز بدید به دستگاه امنیتی نمیدونم آمریکا و کانادا و اروپا، وقت بجور میزنیم چون که هم نمیشده دیگه. اینه که میخوام بگم کودتا عمومنی نخواهد بود، سپاه پاسداران پاکسازی میکنه در حقیقت. همونطور که گفتید تفاوتی با حال ملت نخواهد کرد، چون همون ایدئولوژی میخواد حاکم باشه و همون سیستم. مورد دوم فرمودید که فروپاشی، این یه موردیه که من خیلی نگرانش بودم در چند وقت اخیر. یعنی ایران میتونه به فیلد استیت تبدیل بشه، یعنی یک در حقیقت مملکتی که میشه گفتش که حکومت توش صلاحیت حاکمیت رو از دست میده، کنترل های نمیدونم مثلا منابع شهری و مثل فاضلاب و حرب و تلفن اینا رو از دست میده، کنترل امنیتی مثلا نیرو انتظامی و پلیس اینا رو از دست میده. بعد خدمتتون عرض بکنم مردم هم همه گرسنه، خسته، ناامید و اینا مثلا میان هر کدوم میخوان برای خودشون یک عملی بکنن، یه حالت جنگ داخلی ایجاد میشه، مردم هم با خودشون درگیرن هم با نظام که هم حاکمه و هم نیست. مثل فیلم ها آپوکالیپتی که در 80 و اینا میشه که مثلا تو امریکا هر تیکش یکی یه قلعه برای خودش درست کرده بوده، هر که اصلا دای زور میگفت و به هم حمله میکردن، فیلم های تخیلی. درست. ایران میتونه به این سمت بره اگر این وضعیت همینجور که اصلا ادامه پیدا بکنه، چون مردم واقعا دارن سرخورده میشن و دستشون هم هر روز خالی تر میشه، گرسنه تر میشن و رژیم هم هر روز بی‌رحم‌تر میشه. رژیم نخواهد رفت ولی تضعیف میشه، کنترلش رو از دست میده روی عمده کشور و کشور میتونه به همون حالت که به روز جا میگه فیل استیت بشه. این مورد امیدوارم اتفاق نیفته. مورد بعدی هم اینه، فرمودید انقلاب و دخالت خارجی. من از روز اول معتقد به این بودم، یعنی مردم در خیابان باشند ولی آمریکا هم اونجا تو خلیج فارس و عراق و افغانستان و اینا موشک و تیرش رو آخوندها هدف گرفته شده باشه. اینجور نباشه که مردم برن تو خیابان پشتی هم نداشته باشن. این اتفاق توی حداقل 20 سال اخیر بارها افتاده. سال 78 زمانی که خاتمی تازه رئیس جمهور شده بود، خب ما توی تهران چیز کردیم دیگه، انقلاب کردیم در حقیقت، جریان خیزش دانشجویی اینا روش سرکوب کرد، هیچ کس هم نیومد دفاع کنه. 10 سال بعدش تو جریان 88 4 میلیون 5 میلیون نفر فقط آدم تو خیابون تهران رفتن، بقیه شهرها بمانن و رژیم اینا رو سرکوب کرد. اوباما نامه عاشقانه برای آقای خامنه ای نوشته اون موقع و لابی های رژیم اینجا مثل نایاک و بقیه شون اینجا داشتن میگفتن نه به خامنه ای گوش بدیم، این مردم تو خیابان خس و خاشاکن. همین کسایی که اینجا به اسم نمیدونم
انجمن های ایرانی آمریکایی و اینا بزرگترین خیانت ها رو به مردم ایران کردن. درست. خدمتتون عرض بکنم، برای همین عرض بکنم باید حمایت علنی نظامی آمریکا و اسرائیل البته وجود داشته باشه برای مردم ایران. اون موقع این مردم جرأت میکنن بیا تو خیابون. الان میگه من چی برم تو خیابون؟ باید حقم بهش بدی. میگه این اما آمدم ضربه خوردم، کتک خوردم، زندانی شدم، کشته شدم، هیچ کی نمیاد بگه خرد بچمن. خب بابا جان بیاد حمایت بکنید از ما دیگه، ما که تو خیابون میاییم که شما هم بیا اونجا با اصلاً اونجا وایسا که اگه از سر منار مسجد تو میدون 24 اسفند تکتیر اندازای نمیدونم سپاه و حزب الله خواستن ما رو وسط جمعیت بزنن، تو زودتر بزنی ما گرفتار تیر غیب نشویم. اینو که من با بهروز جان موافقم. بله خب ایران خیزش بشه حمایت نظامی بین‌المللی وجود داشته باشه. بله. آنچه که شما فرمودید و بهروز جان هم البته مثل سوال عنوان کردن، ما رو با یک حقیقتی داره آشنا میکنه که دور نیست، البته از قبل هم بوده، اینکه اصلا این نظام اسلامی در اصل کشور ما رو تحت استعمار خودش قرار داده. یعنی ما چیزی به عنوان دولت ایران نداریم، این نظام نظام اجنبی هستش. ما سالها هستش که میگفتیم سرنگون باید نظام اجنبی اسلامی، الان مدت نمیگیم، ولی این که فرمایشات شما، پس میخوام این برای بینندگان ما باز بشه وقتی که صحبت از این میشه که دخالت کشورهای خارج و کشوری همچون آمریکا که از دید من به طور خاص شخص خود ترامپ رو خداوند انتخاب کرده که امروز مدافع مردم ما ایران باشن، داریم میبینیم، عملا داریم میبینیم و میبینیم چقدر هم توی فشار هست، چقدر شیطان به ایشون هم داره حمله میکنه و کلیساها دارن برای ایشون دعا میکنن، هر یه موضوعی که تموم میشه دوباره یه موضوع دیگه برای ایشون مهیاست که آسیب بزنن به ایشون، و واقعا هم موثر بوده تمام حرکاتی که انجام داده بر علیه نظام اسلامی. پس بنابراین امروز ما صحبت از ایران نمی کنیم، ما صحبت از حمله به نظام اسلامی می کنیم، ایدئولوژی. رسول جان ایران تحت اشغال است. بله برابر. حکومت ندارن. بله بله. یک سری اجامر و اوباش هم درست. توشون از همه فرقه، ایرانی هم هستن، عرب هم هستن، ترک هم هستن، از همه جا هستن. درست. اینا آمدن یک مملکت آبادی را، سابقا آبادی را، بله سابقا مملکتی که تاریخ پرفراز و نشیبی داره، بعضا پر افتخار، اینا اشغالش کردن، مردمش رو به اسارت گرفتن. بعد از منابع طبیعیش و از سرمایه هاش اینا استفاده میکنن برای جنگ طلبی و تروریسم و خدمت رو عرض کنم جنایت کاری. بله. ایران تحت اشغال است. دقیقا. ایران حکومت ندارد. براب براب. ایران نجات پیدا بکند با کمک دنیا، با کمک دنیای دموکراتیک نیاز دارد. ایران ما باید باور بکنیم. تا وقتی که فکر میکنیم نه تو ایران یه حکومت ایرانی است که یه کمی کارهای بد میکنه، ما همیشه در گرفتار این هستیم که بله نه آقا نباید کسی دخالت کنه. ملی استقلال از این صحبت های نمیدونم درست. پیش پا افتاده. ولی وقتی اینه بفهمه ایران تحت اشغال یک نیروی جنایتکار جراره است. بله. که خون ملت ایران 40 سال در شیشه کرده و تمام منطقه خاورمیانه رو شخ زده، اون وقت قانع میشویم به این که بابا جان باید حکومت های دموکراتیک، کشورهای دموکراتیک کمک بکنن. بله. در ایران یه حکومت بیفته و مردم نجات پیدا بکنن. ترامپ رو همی فرمایید میگید که آقای پومپئو هم گفته بود که خدا ایشان رو برانگیخته برای اینکه در ایران قوم یهود رو از دست ایران نجات بده. من گفتم نه، در درجه اول به نظر من ترامپ رو خدا برانگیخته برای اینکه ملت ایران از دست آقا خدا نجات بده. آمین آمین آمین. حقیقتا همین. اگر موافق باشیم بریم با هم دیگه کلیپی رو ببینیم. یه کلیپی رو من امروز دیدم، احتمالا شاید شما عزیزانم دیده باشید، که نشون میده که نظام اسلامی، نظام اجنبی اسلامی، به جای اینکه بیاد مردم ایران رو، اونهایی که خانواده های بی سرپرست رو حمایت کنه، داره خانواده های عراقی رو حمایت میکنه. و در بین این خانواده های عراقی خیلی جالبه، کسایی هستن که مردای اون خانواده
با جنگ با ایران کشته شدن. البته من در چارچوب محبت این رو چیز بدی نمیبینم، اما مشروط بر این که این نگاه محبت به کشور ایرانم بود بسیار عالی بود، ولی زمانی که ما میبینیم انقدر بیتوجهی به مردم ایران میشه که مردم ایران مجبور میشن کلیه بفروشن، چش بفروشن و و و و مسائل دیگه که بتونن آنچرا که به عنوان معاش زندگیشون رو به دست بیارن، این یه خیانت به ملت ایرانه که این نظام اسلامی داره با عراق که یه زمانی دشمنشون بود، امروز به خاطر اینکه بتونه در کشور عراق هم تسلط داشته باشه چه کارهای چابلوسانه رو میکنه. میریم این کلیپ رو میبینیم، برمیگردیم یه سرودی رو هم داشته باشیم که هم یه استراحتی به آقای دکتر پچزاده عزیز بدیم، هم بینندگان عزیز ما با ما باشید، هم وطنان عزیز در خدمت شماییم. به جز اینها ایران در قالب شعبات کمیته امداد ده ها هزار خانوار کم درآمد عراقی را تحت پوشش قرار داده و روزانه به آنها بسته های اقتصادی ارائه می کند. تعداد زیادی از عراقی ها گذار از روزهای سخت را مدیون حمایت این نهاد هستند. مشکل مؤسسات امام خمینی. از کمیته امداد امام خمینی برای کمک های ماهیانه به زنان بیوه و کودکان تشکر می کنم. خدای من، خدا من، با نگاهم با زبانم با تمام روح و جانم، می ستایمت خداوند با نگاهم با زبانم. مشکوه و پر جلالی، صد درود بر نام زیبات، ملکوت آسمونی با شکر سیر پا. صد درود بر نام خداوند، تو مسیحی های دربند. صد درود بر نام عیسی، صد جلالت و خداوند، پر کن از روحت خداوند، تو مسیحی های دربند. برای دماش، برای کشور تیران، واسه عاشقای دربند، تو دعا کن از دل و جان. همه ی ما در دعاییم واسه ایران و کلیسا، همه ی کشورمون رو میسپاریم به دست عیسی. واسه ایران در دعایی با کلامش که سلاحه، خواهرم این رو یقین دان، روز آزادی تو راهه. واسه ایران در دعایی با کلامش که سلاحه، خواهرم این رو یقین دان، روز آزادی تو راهه. خب
خدا محبت است، مطابق نامه اول یوحنا 4:8 گواه بر این است که خدا محبت است. اما آنچه در نظام اسلامی در طول 40 سال با بستن دانشگاه‌ها در ابتدای به قدرت رسیدن نظام اسلامی و اعدام فریختگان کشور، شکنجه و کشتار معترضین به نام خدا، ایجاد فقر و فساد و به سرقت بردن اموال عمومی و منابع کشور به نام خدا و به هدر دادن منابع اقتصادی کشور در جهت ترویج ایدئولوژی خصمانه و جنگ طلبانه اسلامی به نام خدا، تحقیر جوانان کشور، بیکاری و جلوگیری از بروز احساسات و استعداد و اندیشه آزاد که بزرگترین علت مهاجرت گسترده آنان می شود به نام خدا، سرکوب دیگر باورمندان، اعدام، ترور، زندان و شکنجه کشیشان و ایمانداران مسیحی، بستن کلیساهای فارسی زبان، حملات پیوسته به کلیساهای خانگی به نام خدا تحمیل شده است. بر آن شدیم کمپینی ایجاد کنیم که بر در و دیوارهای ایران حقیقت یهوه خدای زنده را فریاد زنیم که خدا محبت است. با درود مجدد خدمت هموطنان عزیزمون در سراسر جهان. همون گونه که آگاه هستید این برنامه زنده هستش، با آقای دکتر پرچیزاده عزیز هستیم بعد مدت ها و خیلی بهره گرفتیم از سوالاتی که بهروز عزیزم اعلام کردم و همچنین من گفتم. هموطنان عزیز، دوباره میخواییم برگردیم به اون در اصل میدان سخن در رابطه با ایران، اما قبل از اون میخوام تشویقتون کنم. عزیزان اگر روی فیسبوک ما هستید ما رو با دوستانتون شیر کنید، با توجه به اینکه لحظه شنیدم فیسبوک قطع شد، اما دوباره الان از نو میتونید شما شیر کنید اونو با دیگران و دوستان خودتون. و اگر مایل هستید این خدمت ما در شبکه امید جاودان ادامه داشته باشه و گسترده بشه و حتی بتوانیم بریم روی ماهواره، که یک کلیپ کوچیکی من درست کردم اگر عزیزان دیده باشن، ما با مبلغ $10,000 می توانیم که واقعا هزینه کمی هست نسبت به هزینه هایی که برای ماهواره هستش، ما با حداقل هزینه میتونیم بریم برای ایران پخش بشیم و فکر میکنم مفید میتونیم باشیم، چه نسبت به رساندن خبر خوش انجیل هست و چه درباره ایران. و تا به امروز ما شبکه مسیحی نداشتیم که بتواند در رابطه با مسائل که روز هست صحبت بکنه و یا متنوع باشه مانند شبکه ما. معمولا شبکه های مسیحی که واقعا خدا شکر برای وجودشون این گونه هدایت شدن و هیچ خورده به این عزیزان و خادمین نمیگیریم، درباره ایران به ندرت صحبت میکنن و در طور مسائل سیاسی به ندرت صحبت کردن. دائما این هستش که به فیض خداوند قبل از اینکه دیر بشه عزیزان نیز این دست همکاری رو بدم به اپوزیسیون که در این مسیر برای
ایران اندیشه کنن. این که عرض میکنم به ندرت علتش نیستش که شبانان و کشیشان و خادمین به مسیح موافق بر این نیستن که نظام اسلامی سرنگون بشه، بلکه تصور اشتباهی که متاسفانه از تعلیمات کلیسای ایران که از جمهوری اسلامی بود اومده. این تصور در قرنصفت شما میدونید که در دنیا شاهد بر این هستیم که چقدر کشیش هایی بودن که اینها در برابر ظلم و ستم ایستادن. قبلا در این رابطه بسیار صحبت کردیم. پس ایستادگی ما در برابر ظلم و ستم و تاریکی این حکم کلام خدا هستش، پس ما نمیتونیم سکوت کنیم. اگر مایل هستید این خدمت ما گسترده بشه، خواهش میکنم روی سایت ما میتونید برید pwoc.church. یک بار دیگه میگم pwoc.church. و اگر مایل هستید کمک مالی کنید، میتونید کلیک کنید روی اون قسمتی که برای دونیشن هست. اگر مایل هستید عضو سازمان ونگارد پیس میکرز و یا پیشتازان صلح بشید، تشویقتون میکنم برای آبادانی، هم امروز برای همفکری، برای سرنگونی این نظام و بعد برای آبادانی ایران. بیشتر ما سهممون در آبادانی ایران هست، در کناری که سرنگونی نظام اسلامی رو میخواهیم، اما اونجا بیشتر دست ما مشغول خواهد بود برای آبادانی کشور عزیزمون ایران. میتوانید اونجا عضو بشید. و در رابطه با سایتی که برادرم بهروز جان بارها لطف کردن صحبت کردن، سایتی هستش که در اصل راه و راه رهایی کشور عزیزمون ایران هستش، که میتونید اونجا یک نظرسنجی هستش، میتونید اونجا مراجعه کنید. و اگر مایل هستید، تا به امروز من داوطلب نشدم، اما این برای این نیستش که من مخالف این نظرسنجی باشم، اتفاقا موافق هستم و فکر میکنم ما مسیحیان باید جایگاه خودمون رو در آینده ایران داشته باشیم که از همه مردم دفاع کنیم. قرار نیستش که ما قشری کار کنیم دیگه، اقلیت و اکثریت نیستش و مذهبی هم نباید فکر کنیم. هر کجا که ظلمی هست ما باید مخالفت کنیم. اون رو از برادرم بهروز جان میخوام که اگر براشون مقدور هست در این رابطه، بله بله، اگر میخواید صحبت سپاسگزارم. بله بفهم جناب پرشیزاده، 3-4 هفته پیش عوامل جمهوری اسلامی خیلی رسما توی اعلاناتشون و توی حتی برنامه تلویزیونی اومدن، اینا گفتن که اتفاقی بیفته در ایران و بخواد از نظر اونها هرج و مرجی بشه، ما از نیروهای هشت و شعبی، نیروهای فلسطینی، نیروهای یمنی کمک میگیریم. این زیر لایه این صحبتی که اینا دارن میکنن دو سه مورد اول نشون میده. یک نشون میده که اینا خودشون این حسا دارن، میدونن که اتفاقی خواهد افتاد. اینا میدونن که توان اینو ندارن که جلوی مردم بایستن، چون اگه توانشو داشتن نمیمیدن رسما اعلام بکنن ما از کجا کمک میگیریم. و نشون میده که اینا به اون صورت قبل هم دیگه نمیتونن روی نیروهای خودشون مثل بسیج و سپاه و نمیدونم لباس شخصی اینا، به اون صورت دیگه نمیتونن حساب باز میکنن. بنابراین میان اعلام میکنن که ما از این نیروهای در واقع خارجی استفاده میکنیم. حالا اینجا تکلیف مردم چیه؟ تکلیف من چیه؟ تکلیف شما چیه؟ آیا ما نباید به طور رسمی درخواستی بکنیم از نیروهای فرزن امریکایی، اسرائیلی، به هر حال کسایی که دلسوز ما هستن، و ما به طور رسما از اونا بخوایم که چنانچه شرایط بود به داد این مردم برسیم؟ خواستم لطف کنین یه توضیح در این مورد بدید. موضوع خیلی مهمیه. اتفاقا همون موقع که این صحبتش شد چند هفته پیش، آقای رحمان قوامی که یه محقق در انگلیس، یه مقاله خیلی مفصلی راجع به این قضیه به انگلیسی نوشت، از چند نفرم نقل قول کرد، نظر من رو هم خواست و اونجا بهش پاسخ دادم. حالا اجازه میخوام که همون رو به طریق دیگه اینجا مطرح بکنم. خواهش. واقعا در راستای همین صحبتی که ما قبلا داشتیم میکردیم که این حکومت در حقیقت حکومت نیست، یک نیروی اشغالگر ایرانه. براب. ببینید، رژیم جمهوری اسلامی یک رژیم ایدئولوژیکه که رویای ساختن یک امپراتوری شیعی در خاورمیانه رو داره در
و بعد هم فتح تمام دنیا، همه جای دنیا را واقعا شکل اسلام گرای شیعی در آوردن. برای همین هم به این صورت نیست که مثلا علاقهش از لحاظ میشه گفت تاریخی به یک جغرافیایی به اسم ایران باشه. مثلا ما میگیم ما ایرانی هستیم، یه گربه میاد تو ذهنم توجه کنید. بله. یا مثلا فلانی میگه من عراقی هم، یک جغرافی این شکلی تو ذهن عراقی میگم. جمهوری اسلامی و اعوان انصارش اینجور نیستن، اینا تو فکر امپراتوری شیعه هم، برای همین یک جغرافیای بزرگی رو در نظر دارن. ایران را به عنوان منبع مواد معدنی و پول و سرمایه و اینا بهش نگاه میکنن که اون بقیه این مناطق رو فتح بکنن. و همین خاطر هم میبینیم که نسبت به مردم ایران این اصلا ندارن که نه هموطنان ما نباید خونشون رو بریزیم. به عوضش اون مثلا لبنانی یا عراقی یا یمنی یا افغان یا پاکستانی که ایدئولوژیش با اینا یکیه، اونا به اینا نزدیکترن و میگه ما اونا رو میاریم که این مردمی که تو کشور خودمون هستن را سرکوب بکنن. به همین دلیلی که من عرض میکنم این یک رژیم اشغالگره، این حتی حاضر دستش رو به خون مردم ایران بیالاید با استفاده از نیروهای خارجی برای که حکومتش به خطر نیفته. در چنین شرایطی واجب است، به قول آقای خامنه‌ای واجب واجبات است. بله. ما از آمریکا، اسرائیل، اروپا، تمام دنیا، کشورهای دموکراتیک بخواهیم که پشت مردم ایران بایستند و مداخله نظامی در ایران بکنن اگر یک روزی چنین فاجعه‌ای خاص اتفاق بیفته، کمان که اتفاق افتاده در سال 88. همین شما فرمودید در حال بدنه سپاه پاسداران، بدنه بسیج، بدنه نیروهای نظامی و انتظامی، اینا هم از مردم هم درسته توی چارچوبی مجبورن رفتارهایی بکنن، ولی اینا هم کار دیگه جایی که برسه دیگه حاضر نیستن هموطن خودشون اسلحه بکشن یا بکشن. این تا یه جا از لحاظ اینی سوسیولوژی که عرض میکنم و بر روانشناسی، تو وقتی یکی همسایته پس فردا نمیتونی تو خیابون به راحتی به خاطر مسائل سیاسی به روش تیر بندازی یا با چاقو بزنیش، مجبورم کنه قیلت جای دیگه بیارن. تو سال 88 هم اینجور شد دیگه. 88 خود فرام بدنه یه بسیج و اینا حاضر نشدن، خیلی نبودن. اینکه رژیم برداشت لبنانی آورد، عراقی آورد، اونجا هم چون تو خیابون بودم دیدم دیگه، اینا همه قد بلند و هیکلی و عربی حرف می‌زدن و اصلا رحم هم نداشتن. یعنی ایرانی تو نیروی سرکوب کمتر می‌دیدی تو سال 88، چون بعد جدی شده بود دیگه، انقلاب شده بود، رژیم در حال افتادن بود و رفتن خارج بودن. این مال 10 سال میشه. الان اوضاع خیلی بدتره. الان کلیت میتونم بگم بدنه جامعه اعتقادش رو به رژیم از دست داده. نیروهای به هر حال پایه هوادار نظام، اونایی که نکه بگم اونایی که رفتن خودشون رو آلوده کردن، برای سری مسلمون هم هستن، اعتقادی با رژیم هستن، در نمیدونم خدمت رو از کنم جنایتاشو آلودگی اقتصادیش دستی ندارن. اینا هم اینو دیدن آقا این اون رژیم این چیزی نیست که ما فکر میکردیم، ما اسلام میخواستیم، این رژیم اومده پدر اسلام را در آورده، اون هم فاصله گرفتن. به خاطر همینه که در یه جایی میرسه عوامل بالای رژیم میگن که اگر کار به انقلاب و اینا برسه ما برمیداریم نیروی خارجی میاریم، و این کار به نظر من خواهن کرد، تو قبلا کردن، سابقه شو دارن. به این قدم بیشرف و ضد انسان و جنایتکار هستن که این کارم بکنن حتی اگه سابقه شم نداشتن. اینه که من با برادر بهروز موافقم این تابو رو ما باید بشکنیم که در ایران نمیدونم دخالت خارجی نشود، استباه اینا بشه رو بره. اینا دقیقا چیزایی که رژیم استفاده میکنه و از طریق مهرهاش ترویج میده بین مخالفانش و بین مردم که مردم دست کمک به سوی بیرون دراز نکنن. اما جریان مثال کلاسیکه بله. اگر شوهر تو سرت میزنه و زیر چشت سیاه میکنه و پدرت در میاره و نمیدونم خرج بهت نمیده، تو حق نداری بری به قاضی شکایت بکنی. بله. بذار هر بلایی میخواد سرت بیاره. این طرز تفکر رو متاسفانه در قطع سیاسی رژیم جمهوری اسلامی بین مردم ایران و مخالفان خودش ترویج داده، در صورتی که اینا مثلا همون چه فرق میکنه. شما اگر شوهر تو سرت بزنه در نهایت میری به پلیس شکایت میکنی، یعنی تا یه حدی داره هر چیزی
اختلاف خانوادگی هم یه حدی داره، اختلاف خانوادگی در اون حدی که میتونی با حرف و با زبان خوش و منطق حل کنی اوکی، ولی وقتی کار به خونریزی و اسلحه کشی میرسه تو بالا میشه میره پیش پلیس، از عموت هم شکایت میکنی. جریان رژیم هم همینه، این رژیم 40 ساله داره تجاوز میکنه به ما، بعد ما میگیم نه به هر حال از خوده، نمیشه که آقا جان دیگه، بعد بریم به پلیس شکایت کنیم، بعد قاضی بیاد گوشو بگیره. این تابوها باید شکسته بشه، باید مردم ایران و مخالفان رژیم بدانن تا قاضی، تا آمریکا، تا اروپا، تا دنیای دموکراتیک گوش این رژیم را نگیره، این رژیم به جنایتکاریش ادامه میده. پس بروچ جان من با شما موافقم، باید به صورت گسترده رسمی و غیر رسمی نامه‌نگاری، پتیشن نویسی، حرف زدن را جنبش به انگلیسی مقاله نوشتن، ما به دنیا نشان بدهیم که آقا ما دخالت بشر دوستانه دنیا دموکراتیک را در ایران لازم داریم، وگرنه این رژیم مردم ما را سرکوب میکنه. بله بله، با سپاس فراوان از آقای دکتر پچزاده عزیزم، بهروز عزیزم، ما دقایقی بیشتر وقت نداریم. آیا شما مطلبی هست بازم ازشون بپرسید؟ یه مورد که باز توی این یکی دو هفته دیگه بود جناب پچزاده، که اینا واقعا انقدر ببخشید واقعا باید بهشون فوش داد. من فوشو نمیدم، ولی شما هر فوشی، هم شما هم شنونده، هر فوشی که میخواین تو ذهنیت خودتون به اینا بدید. اینا حتی تاریخ ما رو دارن مصادره میکنن. مثلا آقای پامپئو که میاد یه دونه توییت میزنه که آقای پرزیدنت ترامپ برگزیده شده که قوم یهودا نجات بده، از اون طرف ظریف میاد میگه که ولی پادشاهان ما قوم یهود از اسارت نجات دادن. کدوم قوم یهود؟ همون قوم یهودی که شما میخواین از بین ببرید، از روی زمین برشون دارین. یکی یکی دیگه همین چند روز پیش آقای روحانی میاد میگه که راجب نوروز چی گفت؟ نوروز، حافظه منم بعضی موقع میپره، آره نوروزم به خودشون داره در واقع میچسبونن، یه اصطلاحی به کار برد، نوروز علوی. آخه نوروز کی علوی بود؟ مثل اینه که ما بگیم که اسلام هخامنشی. بله. چقدر شما باز دارو باید فوش بدم، نمیدونم هر فوشی که میخواین بذارین تو ذهنتون برای اینا، چون واقعا اینا هیچی ندارن. تا کم میارن به همه چی میچسبن واقعا. و البته ببخشید من میخوام اصلاح کنم، ما مسیحی ها هرگز فوش نمیدیم و نه تو ذهنمون هم بدیم برادران، اما اینو بدونیم، تصور من بر این هستش که باید تو یک مسیر درستی همه ما قرار بگیریم که بدونیم با این ریشه ها چه کار کنیم. مثلا دیروز در شبکه یک که بودیم بیشتر مردم رو تشویق کردیم به ریشه ها نگاه کنیم، آسیب کجاست، آسیب اینجاست که عزیزان ما اسیر یک ایدئولوژی هستیم و یک قدرت در اصل میشه گفت بیگانه ای هستیم که مال ایران نیستش، که داره ایران رو بهش آسیب میزنه، به فرهنگ ایران آسیب میزنه و تصورش بر این هست که فقط اسلام مهمه و ایران رو، فرهنگ ایران رو، تاریخ ایران رو و تمام آنچه را که گنجینه های چندین هزار سال از ایران باستان بوده همه رو نابود کرده به خاطر اسلام. اگر ما به این جایگاه برسیم که شعار ما این بشه که اسلام فدای ایران، قافیهش رو ایرانی ها میتونن بسازن، البته یه قافیه براش بسازید، اینو شعار بدن، تو یک موقعیتی خواهیم قرار گرفت که اونها هم تکلیفشون رو میدونن دیگه، با اسلام نمیتونن اونجا حکومت کنن. اگر توی دو سه دقیقه مطلبی هست به طور خاص در رابطه با مسئله که بهروز جان فرمودن بفرمایید، خوشحال میشیم چون در انتهای وقت هستیم و بتونیم باز از شما بهره بگیریم. چون من هنوز مسیحی نیستم، اجازه بذارید به جای بهروز جان من فوش بدم. شما مسیحی، هر کسی که آزادی خواهد مسیحیه. بله. دامن همه چی میشه، مگه نه اینا موقع که آمدن، من هنوز هم میگم ما نظام 2500 ساله شاهنشاهی رو اسقاط کردیم. بله. منظورش اینه که همه چیش بد بوده، نظام شاهنشاهی. بله. در طول تاریخ واقعا بالاخره نظامی بوده، خوبی داشته، بدی هم داشته، خدمت های زیادی هم به تمام صد درصد کرده. یکیش همین نکته است، به هر حال یهودیان از اسارت بابلی نجات داد. بله. کمک کرد اینا، یه سیشون برگشتن به یهودی و سامریه، اونجا معبدشون رو دوباره ساختن، یه سیشون آمدن ایران،
تا قبل از انقلاب 1357 بزرگترین جمعیت یهودی خاورمیانه در ایران زندگی میکرد. درست. و بعدم که اسرائیل رو درست کردن رفت اسرائیل، هنوزم دومین جمعیت بزرگ یهودی خاورمیانه در ایرانه. بله. این ربطی به جمهوری اسلامی نداره. برافو. اینا به قول شما همه اون مسائل تاریخی و فرهنگی و مذهبی نفی کرده بودن. ساده ترش میکنم، به مثال سیاسی میزنم. اینا دشمن محمد مصدق هم. همیشه میگه ملیا اندام آمریکاییان و فلانه. درست. ولی به معنی اینکه کم میارن مصدق هم علم میکنه. درست. مجدتا 28 مرداد علم میکنه. بله. مصدق را به عنوان لیبرال لامذهب فوشش میدن. ولی وقتی امریکا میخواد بیاد به مردم ایران کمک کنه رژیم رو بندازن، رژیم بلا فاصله کودتا 28 مرداد علیه مصدق رو علم میکنه. بله. میگه بالاخره ما دوم خروس قبول میکنیم. آقا. اینه که این رژیم هیچ اخلاقیات نداره. تاریخ هم عوض میکنه. تاریخ چیه؟ همین حرف دیروز عوض میکنه. دیروز به رئیسی فوش میدادن که این اگر بیاد وسط خیابون دیوار میکشه زنان مردونش میکنه. الان دارن بهش پیغام میدن میگن خوش آمدی. ما همه جور همکاری باید بکنیم. ما دو سال پیش ها. بله. وای وای 2500 سال پیش. خیلی خوشحال شدم که بعد از مدت. عزیزی های دکتر. مرسی. شما دو دوست عزیزم باشید. سپاسگزارم. سپاسگزارم. در این به هر حال روزهای عزیز و مبارک، روز به هر حال نوروز، گرچه دلمون شکسته. بله واقعا. دور از ایرانی. بله. گرچه اونجا هموطنانمون دارن زرج میکشن، ولی به هر حال نوروز باستانی همیشه موقعیتی بوده برای تبریک گفتن و دور هم بودن و شادی کردن. بله. پیام شادی این برنامه رو با اجازه شما به پایان ببرم. سپاس. خواهش. امیدوارم هموطنانمون امسال سال پربار و خوب و خوش پیش رو داشته باشن و سال آخر عمر منحوس رژیم اهریمنی و جنایتکار جمهوری اسلامی باشه و ما بتونیم در ایران بالاخره رنگ آزادی و دموکراسی را با فیض خداست. ما هم سپاسگزارم. ممنون از اینکه با ما بودید. از شما نیز قولی رو میگیریم که بازم در همین ایام نزدیک شما رو داشته باشیم و در اتاق مسائل روز نیز از شما بشنویم. سپاسگزارم از اینکه با ما بودید. سالی پر از برکت و قوت و شادمانی و پیروزی داشته باشید. فیض خداوند با شما باشه. خب هموطنان عزیز، آنچه را که اینک از آقای دکتر پچیزادی عزیز شنیدیم، میدونم که به فکر و ذهن یک ایرانی ایران دوست کمک میکنه که غیورانه برای کشور عزیزش بیسته، چه داخل کشور و چه خارج از کشور، که بتونیم در یک اتحاد به فیض خداوند این نظام اسلامی رو سرنگون کنیم. بله، یعنی باید یه دستی باشه که این دست اتحاد میتونه باشه. در این دقایق آخر باز میخوام از بهروز عزیزم استفاده کنم. شما اطلاعاتتون بیشتره در رابطه با این سایت و باز تشویقتون میکنم هموطنان عزیز، این یک نظرسنجی هست. خواهش میکنم اجازه ندیم. ما مسیحی ها امروز اقلیت نیستیم عزیزان، اول ایرانی هستیم، فراموش نکنیم. ما شعار نمیخوایم بدیم، اول ایرانی هستیم، بعد باورمون هست. باور من به عنوان یک شخص مسیحی هستش. پس برای ایران نیز من باید اندیشه کنم همون مقداری که دارم برای آن، چرا که مسئولیت انجیل مسیح به من داده شده. پس خودمون رو دور نگه نداریم. این حداقل کاری هستش که می توانیم برای نظرسنجی انجام بدیم، چه داخل کشور و چه خارج از کشور. و اینم بگم پیامی که امروز من دارم میدم، پیام اکثر شما عزیزان هستش که از ما خواهش کردید که در با این موضوع صحبت کنیم. بفهم خوشم داره الان پخش میشه، ولی چیزی که من باید خدمتتون بگم، سایت هست www.rrmiran.com. توی این سایت که وارد بشین طراحی شده، صفحات مختلفی داره، ولی یک صفحش هست که شما اونجا میتونین کاندیداهای خودتون رو معرفی بکنین و 10 تا کاندیدا شما میتونین اونجا معرفی بکنین که به ترتیب مینویسین. اگرم نتونستین هر 10 تا رو معرفی بکنین، یکی دو تا سه تا کافیه. منتها پایین صفحه بعد از اینکه اون اسامی رو نوشتین، بایستی حتما ارسال لیست اونا تاچ بکنین تا اکتیو بشه و بعدن هم یه به اصطلاح نوتی برای شما میاد که لیست ارسالی شما در
قرار گرفته، همونطوری که الان روی اسکرین یا روی تلفن‌های خودتون دارین می‌بینید. و نکته مهم اینجا این هستش که جناب حیدری، یکی از کارهایی که جمهوری اسلامی کرده اینه که اپوزیسیون خارج از کشور رو بی‌اعتبار کرده، به این صورت که اومده یه سری اپوزیسیون دستساز درست کرده، کم هم نیستن. اینا با حرفای خیلی قشنگ میان داخل، قاطی میشن. حتی من خودم به راحتی بگم، من توی صفحه های مسیحی دیدم که طرف مسیحی نیست ولی اومده توی اون صفحه. و اینا باعث شده که بی اعتبار بکنن. این انتخابات باعث میشه شما کاندیدای حقیقی خودتو پیدا بکنی و اون افرادی که حقیقتاً دلسوز مردمن، هیچ گونه وابستگی ندارن، گذشتهشون گذشته ای نیست که مثلا یهو تو خیابون دو تا عکس ازش گرفته باشن، چهار رو بعد تو زندان اوین باشه، شش ماه بعد در آمریکا باشه. اینا همیشه علامت سوال جلوشونه. بگردین کاندیداهای خودتون رو پیدا بکنین و این کاندیداها قراره که در آینده دوره هم بشینن و طرحهایی داشته باشن. به عنوان مثال اگه قرار شد پتیشنی نوشته بشه یا نامه‌ای نوشته بشه که آقای امریکا، آقای اسرائیل، به مردم کمک بکنید، نه تنها تحریم. بعضی موقع ها غیر از تحریم باید کارهای دیگه هم انجام بشه واقعا و بتونیم به این صورت پیش بریم. سپاسگزارم، ممنون از محبتتون. پس عزیزان تشویقتون میکنم آنچه را که برادرم بهروز جان اعلام کردن نسبت به این نظرسنجی درش اکتیو باشید. خیلی هم وقت نمیگیره، شاید دو سه دقیقه بیشتر وقت نمیگیره. بله. و اگر مایل بودید به عنوان که یک شخص مسیحی نیز اونجا باشه، اکتیو باشه، میتوانید اسم من رو بنویسید، رسول حیدری، و سمتم که کشیش هستش و در کنار کسایی که در نظر دارید. عزیزان اما زیادی هستن. بله، ولی بی تفاوت نباشید. واقعا یکی از مشکلاتی که ما الان داریم در تو ایران، خیلی از ایران تماس گرفتن و میل به این داشتن که برن شرکت کنن، اما میترسن، نگران بودن، چون اونجا فیلتر میشه و برای همه مقدور نیست. شماره تلفنی رو شما دارید در این رابطه؟ یه شماره هستش. بله، این شماره تلفن هم عزیزان میتونید برای ایرانی ها بفرستید. حالا به این منظور نه که فقط به هدف این باشه به من رأی بدید، خیلی، بلکه به هر کسی که در نظر میگم، بی تفاوتی اینجا درد بزرگی هست. هموطنان عزیزم، بی تفاوت نباشیم. به عنوان مسیحی، بهایی، یهودی، بی خدا، مسلمان، اگر نسبت به کشور عزیزمون ما بی تفاوت باشیم، نشون میده که حقیقتا اون نتوانستیم حتی اون انگیزه و باورهای که داریم رو حفظ کنیم. بله بفرمایید. شماره واتساپ هستش، البته اونایی که از ایران میگیرن فکر کنم باید با 201 بگیرن. بله. بعد 305-987 25-20. میتونین روی این شماره واتس اپ فقط به صورت تکس مسیج اسم کاندیدا و یا کاندیداهای خودتون رو بنویسین و تکسش بکنین به این شماره. خیلی راحت. این رأی‌گیری هم حدوداً 27 روز دیگه از تایمش مونده، ولی خواهش میکنم که اگه به دلتونه که انجام بدین، همین الان انجام بدین، صبر نکنین تا روزهای آخر. ممنون از همگی. آمین آمین. و ایمان داریم که عزیزان در دعا در نام عیسی مسیح قدرت بسیار هست. فراموش نکنیم عزیزان، بیستیم برای هموطنان عزیزمون دعا کنیم. بازم تشویقتون میکنم نسبت به سلزدگان لطفاً دست همت بدید تا اونجایی که میتونید. ما خودمون اینجا امکانات و شرایطی نداریم که بگیم برفرض پولتون رو، امکاناتون رو اینجا بفرستید، ما برای دیگران بفرستیم، خیلی برای ما مقدور نیستش. اما میتوانید به نوعای مختلف این رو به سلسله زدگان نیز برسونید، ولی به دولت نظام اسلامی اجازه ندید که این پول برسه، چون وقتی برسه مسلما خورده میشه. و بعد از اون نیز حتما عزیزان با هم بیستیم در دعا برای ایران و ایرانیان، چرا که دعایی که در نام مسیح هست قدرت بسیاری داره. همون گونه که عرض کردم در مزمور 59:9-10 اعلام میکنه، ای قوت من به سوی تو انتظار خواهم کشید. و انتظار اصلی ما از خود خدا هستش که پادشاه ما هستش، زیرا
خدا قلعه من است، خدای رحمت من پیش روی من خواهد رفت، خدا مرا بر دشمنانم نگران خواهد ساخت. من ایمان دارم که خداوند مطابق فیضش عمل خواهد کرد و اجازه نخواهد داد که این نظام اسلامی بیشتر از این بمونه. پس با دعا با امید بیستیم در دعا در ایران عزیزمون، در اتحاد، و مطمئن باشیم که آزادی کشور عزیزمون رو هر چه زودتر خواهیم دید. سپاسگزارم از بهروز عزیزم، سپاسگزارم از تک تک شما عزیزم، سپاسگزار هستم از آقای یاسر عزیزم در اتاق فرمان. همچنین تشویقتون میکنم فردا با ما باشید، ما با آقای رضا زرابی خواهیم بود. فیض خداوند عیسی مسیح با شما عزیزان باشد و بماند تا ابد الابد. آمین. فقط عشق میتونه نجاتم بده، اونم عشقی که از تو تو قلبمه، دارم عاشقونه صدات میزنم، نجاتم بده از تو اینم همه. دعا میکنم با دو دست حقیر، دلم لک زده واسه آغوش تو، چه بارون تندی تو چشم منه، چه احساس خوبی دارم پیش تو، چه احساس خوبی دارم پیش تو. دلم دست به دعاته، چشام همش براته، خدا به هم نگاه کن، امیدم